گلیساندو یعنی این که ما از این نوتی که داریم به نوت بعدی حرکتی که میکنیم انگشتمون رو روی سیم میکشیم، حرکت میدیم، بر نمیداریم، یعنی دوتا نوت اجرا نمیشه، از این صدا به اون صدا روی سیم حرکت میکنیم. علامت هایی که استفاده میشه برای گلیساندو یا به این شکل با یه منحنی بر روی نوت و حالا اعدادی که گذاشته شماره انگشتار نشون میده که من الان باید از نوت سی با انگشت اول برم به نوت ره با انگشت اول که همون پوزیسیون سوم میشه، یا به این شکل، یا ممکنه که شما به این شکل ببینید با این علامت، یعنی از این نوت تا این نوت به صورت گلیساندو اجرا بشه، یا با همون علامت منحنی ولی یک علامت گلیس زیرش نوشته میشه به این شکل. حالا من یه بار اجراش میکنم. نوت سی به ره، نوت سی به ره، حالت گلیساندو. نوت بعدی نوت دو، نوت می به دو، گلیساندوی برعکس، یعنی من از نوت بالاتر که میه میخوام برگردم به پایین به می با انگشت دوم. پس این میشه به این شکل. علامت گلیساندو یاد گرفتیم، انگشت روی سیم حرکت میدیم، بین دو نوت هم میتونیم این کارو بکنیم. بین سی و دو دیز، یا حتی من نوت سی رو که میخوام بیام با یک گلیساندو میام، ببینید خب برای اینکه شما الان بهتر متوجه این گلیساندو بشین من یه ملودی براتون میزنم، ساده میزنم با گلیساندو هم میزنم. الان من سیم بدون گلیساندو، گوش بدین. حالا گلیساندو، ببینید تفاوتشو گوش دادین. گلیساندو از اول دسته اومدم تا سی، یعنی تقریبا از سی به مول تا خود سی نیم پرده. موارد استفاده خیلی زیادی داره گلیساندو، به خصوص در موسیقی ایرانی و اجرای اون گوشه ها و چهار مزراب ها و چیزهای مختلفشون.